نه فقط صد هزار صبح، نه فقط بیشمار شب، نه فقط من، نه فقط اون، ما آنها که همه بسیار و بسیار و بسیار روز و شب میانیم چنان که رفت و فقط تنها هر بار کسی از کسان میماند، او که دیده است، خوانده است و باز میگوید مسافر است. من سید اجل شمس الدین زاده بخارا، اهل سرزمین پارس، خواستم مسافر باشم و سهم خود از زیستن بریدم و سهم دیگران بگذارم. من راوی سرزمین چین شدم. 700 سال پیش بود. که سفر آغاز کرد و باید رفت و باید دید و باید خواند صوت شریف دریافتن را تا معنا سفر کردند، چنان که به سفرنامه ها می نگارند، به جستجو و سؤال. شرق، دیوار، آفتاب. اینجا کاشغر است. کاشغر یکی از شهرهای شینجیانگ است. شینجیانگ استان مسلمان نشین خودمختار در شمال غرب چین حدود 20 میلیون نفر جمعیت دارد که نزدیک به 400 هزار نفر از آنها در کاشغر زندگی می کنند. کاشغر مرکز فرهنگی شینجیانگ است. سعدی در گلستان می گوید به کاشغر سفر کرده است. صدای بچه ها در کوچه پیچیده است، صدای هیاهوی کودکی در کوچه های به دیوارهای آجوری و در امتداد رفتن و تا آنجا که دلت می خواهد دویدن مسافر را با خود می برد. کار سفر آن است که تو را با خود می برد که بگوید جهان شبیه و متفاوت است، آشنا و غریب. اما آدم غربت نمی خواهد و دلش صدای نهر به آب پاکیزه چشمه شیراز می دهد. وقتی پس کوچه های خراسان بزرگ نامشان کاشغر است، با مردمان آشنا به رفتارهای صمیمانه، گرم و خوشرنگ، مثل خاطره های کودکی، مثل چرخ های طوافی، مثل رنگ های سبز و سرخ در جریان، صدای اذان می آمد و او آنجا بود.
زبان اویغوری ترفان یکی دیگر از شهرهای در مسیر جاده ابریشم بخشی از استان شینجیانگ است و از پیش از اسلام با حضور ایرانیان آشناست. در حاشیه درهایش مانویان معبد ساخته بودند. دره را که دید گفت این همان تصویری است که میتواند جاده ابریشم باشد، همان که مثل خط ممتد تاریخ قصه های طولانی دارد، پر از ماجرا، پر از کاروان، آمدن، رفتن و حادثه نامکرر دیدار در تمام مساحت شرق تا غرب. جاده ابریشم تاریخ را ثبت کرده است. تاریخ در زبان چینی معنای مشخصی داره و چیز مفصل و حجیمیه، اما تاریخ کوتاه‌تری هم داریم که بهش میگن ثبت دوره‌ها، که از دو بخش تشکیل شده. بخش اول لیه. لی در زبان چینی به معنای زمان و دوره است. بخش دوم شیه، به معنای ثبت و یادداشت کردن. پس لی شی در زبان چینی به معنای ثبت دوره هاست. این همون تاریخ کوتاهه که همه چیزو به صورت خلاصه شرح میده، اما ثبت دوره‌ها شامل جزئیات نیست. برای پیدا کردن جزئیات باید رفت به سراغ تومارهایی که در اونها حوادث روزمره کشور ثبت می شده. مسافر که باشی حتماً به سراغ تاریخ می روی و همین که چند برگ از کتابش را ورق زدی دلت می خواهد راه بیفتی و بروی از نزدیک نزدیک لمسش کنی و ببینی که بشر برای اینکه دلش می خواسته بماند چه ساخته است؟ و راوی قصه باید یادش باشد بگوید اگر به سراغ تاریخ رفتی مراقب باش بتوانی برگردی و خودت را جان نگذاری میان دروازه بابل و تاج محل. و هر بنایی در تاریخ یعنی چیزی، یعنی در پس هر چیز چیزهاست. از حدود 5000 سال پیش سلسله‌های متعددی بر چین حکومت کردند. شی هونگتی با یک پارچه ساختن چین در سال 221 قبل از میلاد اولین امپراتوری این سرزمین را بنا نهاد و به فرمان او دیوار بزرگ چین ساخته شد که اکنون نماد اصلی کشور چین است، نشانه‌ای در متن تاریخ. در تاریخ آمده است چین یکی از کهن‌ترین تمدن‌های پابرجای دنیاست، صاحب نشانه‌های برجای مانده از 500 هزار سال قبل تا اولین یادگارهای یک جانشینی و کشاورزی. مسافر با مرد آشنا به تاریخ وعده داشت. با هم از زیر یکی از دروازه‌های تاریخی شهر کنمینگ که پایتخت سید اجل شمس‌الدین فرمانروای ایرانی این ایالت در 700 سال پیش بود عبور کردند. حیات دانشگاه خرم و مصفا بود و میشد پای صحبت تاریخ نشست. گروهی معتقدن تاریخ تکرار میشه و گروهی خلاف این عقیده رو دارن. تاریخ شناسان معتقدن تاریخ مثل رودی بر بستر رودخانه در حال حرکته. تاریخ در زمان و مکان جریان داره، زنده است و معلم خوبیه. در فرهنگ و تمدن چینی حرف حکیمانه است که میگه به تاریخ به چشم آینه‌ای برای پیشرفت حال و آینده نگاه کن تا بفهمی معنای اوج گرفتن و سقوط چیه. ما چینی ها مثل شما ایرانی ها که کشوری باستانی و متمدن دارید صاحب تاریخ و تمدنیم. ما و شما از خواندن تاریخ احساس غرور بیشتری می کنیم. یکی از اولین درس های تاریخ اینه که
باید دونست تاریخ هر ملتی بر بستر جغرافیای کشورش شکل میگیره. تاریخ هر ملتی بر بستر جغرافیای آن شکل میگیرد. جغرافیای سیاسی کشور چین و تقسیم بندی طبقات اجتماعی در آن کاملا به معنای کشاورزی، زمین و تقسیم آن بستگی دارد. در تاریخ چین آمده است هر ایالت خود رژیمی فئودالی بود و ارباب بزرگ بخش‌هایی از ایالت خود را که به وسیله امپراتور به او واگذار شده بود به زیردستان خود می‌سپرد. اصل بنیادی نظام فئودالی این بود که امپراتور صاحب همه اراضی امپراتوری و حاکم همه اتباع است. او پسر آسمان بود، پیشوای روحانی به حساب می‌آمد و بر همه زندگی مردم تسلط داشت. عصر فئودالی از 1122 تا 221 پیش از میلاد به مدت 9 قرن ادامه داشت تا اینکه در دوره‌های تاریخی معروف چین به نام بهار و پاییز و جنگ دولت‌ها فئودالیسم رو به انحطاط گذاشت و ایالت‌های تابع به سمت استقلال حرکت کرد. مسافر بازار میوه و تره‌بار را که دید خندید. اینجا که این همین بازار میوه و تره‌بار خودمان است، مثل انزلی، نوشهر، چالوس. و بعد یادش آمد که ما همه آسیایی هستیم، اهل سرزمین شرق و رابطه گرم مردمان با زمین، آسمان، کاشتن، برداشتن. مثلا در بهار و تابستان به فکر زمستان باشیم و ترشی بیاندازیم. بوی سیر ترشی حافظه را، خاطره را به زادگاه برد، به اصل، ریشه، سرزمین و زمین‌های بارور.